و ما خبر آخر کارگاه زریح سازی آستان و مقدس عباسی ساختن دو زریح جدید در عراق را به مراحل پایانی رسانده است بخش اعظم دو زریح مراقد شیخ مفید و خاج نصیر دین توسی در عراق به پایان رسیده است به گزارش پایگاه یا آستان مقدس عباسی کارگاه از که در زمینه ساخت زریح و دربهای حرم های متحر فعالیت می کند سازنده این دو زریح است. این پروژه بر اساس طرح تدوین شده توسط کمیته ناظر بر این پروژه و با هماهنگی با آستان مقدس کازمین در دست اجرا است. حاج علی اصفار جانشین معاون تولیت آستان مقدس عباسی در این باره گفت این پروژه بر اساس قراردادی که با آستان مقدس کازمین در اواخر ماه مبارک رمضان 1438 هجری قمری منعقد شد اجرا شده و علت واگذاری این پروژه به کارگاه از سقا تجارب فنی بسیاری است که این کارگاه در زمینه ساخت زریها برخوردار است. ما از هیچ تلاشی برای تکمیل این پروژه دریغ نکردیم و تنها آبکاری طلای زری ها باقی مانده که پس از انجام به مجموع دستاوردهای اضافه می شود. نازم جاسم الغرابی مدیر کارگاه از سقا نیز عنوان داشت با وجود کوچک بودن اندازه این دوزری اما در بردارنده جزئیات فنی بسیاری هستند که اجرایی کردن آنها به کار ماهرانه نیاز داشت. ارتفاع زریه مرقد شیخ مفید و ابن قولوی قدس سرهما به دو متر و و پنج سانتی متر و ارزان به سه متر سی و سانتی متر میرسد. ذریح دوم نیز دارای ارز سه متر و چهل سانتی متر است و در ساخت آنها از چوب و فلزاتی مختلف همچون طلا، نقره، برنج و فولاد استفاده شده است. هدف از فعالیت کارگاه از سقا، تأمین نیاز آستان مقدس عباسی و سایر آستانها ها و حرم های متحر در عراق به ساخت زری و درهای حرم ها است و این کارگاه از جدیدترین دستگاه ها و تجهیزات و قالب ها برخوردار است و توسط خادمان و پرسنل آستان مقدس عباسی اداره می شود.